شرکت فورد در کنار رودخانه راین آلمان یکی از مهمترین کارخانه های تولید خودرو در اروپا است. این کارخانه با 15,000 کارگر سالانه 350,000 خودرو تولید می کند که برابر است با 1,800 دستگاه در روز. فورد فیستا یکی از موفق‌ترین مدل هاست و بیش از هر مدل دیگری به فروش می رسد. فورد با این روی کرد که هر کس باید توانایی خرید خودرو داشته باشد، بیش از 15 میلیون خودرو تولید و به بازار عرضه کرده بود. کارها در کارخانه فورد در شهر کل آلمان یکی پس از دیگری و به دنبال هم انجام می شوند. گام های برداشته شده در سالهای نخستین دشوار و خطرناک بودند و گاهی بهای آن جان انسان ها بود. به همین دلیل تاریخچه شرکت فورد نقاط تاریک و دردناکی هم دارد. اما این شرکت با سخت کوشی بسیار برای بود و نبود توانست به یاری کارکنان خود مسیر پیروزی را طی کند. تابستان 2011 یک خبر خوش برای کارکنان کارخانه فورد در کل. هیئت رئیسه شرکت در دیترویت آمریکا حتی در گیرودار بحران اقتصادی جهانی به دنبال تأمین پشتوانه مالی است تا شغل کارکنانش تا 5 سال آینده تضمین داشته باشد و این چشمانداز تا دهه‌های آینده هم بیشتر بشود. فریتز تیلین به مدت 33 سال در کارخانه فورد کار کرده و خاطراتی از پدرش را به یاد می‌آورد. پدر من مکانیک قطار بود. اون رکاب خودروهای مدل آ رو طراحی کرد. آنتون تایلن یکی از اولین کارگران کارخانه فورد در شهر کل بود. این کارخانه کار خود را در اواخر تابستان 1931 با 618 کارگر و کارمند شروع کرد. اونها به همکاری خودشون در ساخت چنین خودروهای افتخار می‌کردند و این در حالی بود که پدر من پول خرید یک خودرو رو نداشت. دوم اکتبر 1930 یکی از ثروتمندترین افراد آمریکا به کل آمد. هزاران نفر برای دیدن او شتافته بودند. مدت ها اسم اون رو تو روزنامه ها می دیدم. پدرم منو به اونجا برد. هنری فورد رو با وجود فاصله ای که با اون داشتم دیدم. من هم بین هزاران مردمی بودم که اونجا حضور داشتن. برام جالب بود چون کسی رو می دیدم که اسمش تو روزنامه ها بود. صحنه ای که هنری فورد چکش را بر روی سنگ بنا تکان می داد مشهور است. هنگامی که او برای آلمانی ها آرزوی پیروزی می کرد، بیش از 50% نیروی کار شرکتش در آمریکا را متوقف کرده بود. الگوی فورد برای ساختن خودروهای ارزان قیمتی که در یک خط تولیدی قرار بگیرند، از شغل پدرش که سالها در سلاخانه شیکاگو کار میکرد الهام گرفته شده بود. شهر کنار رود راین تا به حال چنین چیزی ندیده بود. یک خط سرهم کننده ی اجزای خودرو سرتاسر کارخانه را پوشانده بود. من یادم میاد پدرم میگفت به علت سرعت زیاد خط تولید حتی فرصت نداشتیم بتونیم قطعه رو به دست نفر بعدی برسونیم. کارگران با تولید 60 دستگاه در روز کار را آغاز کردند. در مدت یک هفته این تعداد به 120 و با ظرفیت کامل به 170 دستگاه رسید. یعنی هر ساعت 22 خودرو و یا هر 3 دقیقه یک خودرو تولید می شد. کار طاقت فرسایی بود. وقتی پدرم از کار برمی گشت می دیدم خیلی خسته است. بقیه کارگران هم همینطور بودند. هنری فورد که سازنده راه آهن در دیربرن میشیگان بود متهم بود که به کارگران فشار زیادی می آورد، اما او همیشان را رد می کرد. با این همه کارگرانی که کارخانه را به خاطر فشار ترک می کردند زیاد بودند. فورد کارگران جدیدی را با حقوق بیشتر استخدام می کرد. برای پدرم پول اهمیت زیادی داشت و فورد هم بیشتر از دستمزد معمول اون زمان می پرداخت. پول 2 ساعت اول اضافه کاری پرداخت نمی شد. کارگران هر روز اخطار و هشدار می‌دادند. نپرداختن دستمزد روزانه و هفتگی به کارگران روال عادی شده بود. در آلمان علیه خودروهای خارجی مخالفت زیادی وجود داشت و فورد در معرض حمله رقیبان آلمانی خود بود. انتقاد اصلی آنها این بود که شرکت‌های خارجی کیفیت کارهای آلمانی را پایین می‌آورند. با توجه به اینکه قیمت مدل آ در آلمان 2500 مارک بود، به سختی به فروش می‌رسید.
بالستری با تمام قدرت و بدون هیچ درنگی آلمان را به مدت 2 سال زیر ضرب قرار داد و به همین دلیل در پاییز 1931 فروش خودروهای آلمانی کاملا متوقف شد. از مجموع 600 کارگر 400 نفر یکی پس از دیگری بیکار شدند، اما این موضوع هیچ تأثیری روی بازار کار در کل نداشت. در کل بیش از 150 هزار شغل صنعتی وجود داشت، بنابراین بیکاری کارگران شرکت فورد چندان به چشم نمی آمد. در اول 1930 بیکاران در کل زیاد بودند. آنها برای کاریابی به همه جا سر می زدند و بین اسکله ها و شهرداری سرگردان بودند. رشد اقتصادی از خواسته های هنری فورد بود و توجه سیاستمداران آن روزگار را به خود جلب کرد. او در آن زمان 66 ساله بود و تا آن هنگام نزدیک به 15 میلیون خودرو فروخته بود. روش تولیدی او آغازی برای خودکار کردن تولید در صنایع جهان بود. با اینکه کارخانه فورد در برلین بود، او با اطلاع از اینکه کارکنان آلمانی شرکتش با او همراهند، تصمیم گرفت که با کمک آنها کارخانه جدید دیگری هم در شهر کل تأسیس کند. 40% از مواد خام این کارخانه توسط شرکت آی جی فادم تهیه می شد. با این معامله سنگین، سرمایه گذاری مستقیم او هم محدود شد. چشمانداز این بود که کارخانه جدید فورد در کل بخشی از یک کارخانه آلمانی باشد. ساختمان کارخانه در کنار رود راین شبیه یک شهرک صنعتی شده بود و تمامی نمودها از جمله تولیدات و مدیریت در یک ساختمان قرار می گرفتند. معماری به نام ادموند کرنر طراحی و ساختن این کارخانه را به دوش گرفت. همچنین فردی به نام ایست اید بود که پیش از آن ساختمان موزه شهر اسن و چند ساختمان مهم را طراحی کرده بود هم وارد این پروژه شد. باونز و هولتمن پیمانکارانی بودند که فقط چند ماه فرصت داشتند این پروژه را به پایان برسانند. البته بیشتر آن در فصل زمستان انجام گرفت. پس از پایان این مرحله کارخانه آماده شد تا کار خود را شروع کند. تقریبا تمامی مراحل ساختمانی این کارخانه فیلمبرداری شده است. هزینه ساختن دیوار اصلی که گرانترین قسمت این پروژه بود بیش از 16 میلیون مارک شد. سقف درونی آن یک پدیده جدید در مهندسی بود. مهارهای قارچی شکل فضایی به پهنای 12 متر ایجاد میکرد. پایه های این ستون های سیمانی حدود 8 متر در زمین فرو رفتند که برای نگهداری دستگاه های حرارتی و جنراتورهای کارخانه بودند. دودکش این کارخانه به مدت 50 سال نمادی از این کارخانه شمرده میشد. در کنار ساختمان اصلی یک سالن دیگر هم ساخته شد که دارای اسکلت فلزی مدرن بود. در زمستان بدنه بیرونی خودروها تغییر اساسی کرد. تا آن زمان بدنه خودرو با چارچوب‌های چوبی که برق‌های آهنی روی آنها پیچ می‌شد ساخته می‌شد. در سال 1932 برای اولین بار بدنه خودرو با برق‌های آهن بر اساس قانون آیرودینامیک ساخته شد که تا 25 سال دوام آورد. فورد که خودروها را به سلیقه آمریکایی‌ها می‌ساخت، در آلمان نمی‌توانست آنها را بفروشد. بنابراین تصمیم گرفت که مدل‌های دیگری متناسب با سلیقه آلمانی‌ها بسازد. مدل‌های به نام‌های آیفول، راین، راینلند، تانوس و این یکی به نام فورد کلن که از سال 1930 به بعد ساخته شدند. در آغاز سال 1933 که مدل فورد کلن ساخته شد، کارخانه خودروهای کوچکتری ساخت که قیمت آنها کمتر از 2500 مارک بود. مارس 1933، مدت 10 هفته است که آدولف هیتلر صدر اعظم آلمان شده است. حزب نازی در کل 39.6% آرا انتخابات شورای شهر را کسب کرده است. فورد به عنوان یک شرکت آمریکایی ابتدا بدون رقیب بود. سیاست‌های آغازین باعث خوشبینی صنعت خودروسازی شده بود. در آوریل 1933 مالیات بر خودروهای جدید از بین رفت و حق بیمه تا 30% افت پیدا کرد. سیاست قطع مالیات‌ها برای رشد اقتصادی طراحی شده بود. تا پایان سال 1933 فورد توانست 5000 خودرو تولید کند.
در سال 1934 تولیدات کلن برای اولین بار از مرز 10,000 دستگاه گذشت. شرکت فورد برای دسترسی بدون قید و شرط به بازار در حال رشد خودرو با نازی‌ها رابطه نزدیکی برقرار کرد. بیشترین سهام کارخانه فورد در کل به آمریکا تعلق داشت، اما نظر فورد این بود که کارخانه‌اش سود سرشاری به آلمان خواهد رساند. Cologne, the city with the cathedral and the jolly way of life. On the outskirts of town, right on the banks of the Rhine, is a German factory, Ford. This is Ford, a German factory on a German river. Thousands of Germans come to work here every day, bolstering the reputation of German labor. They're creating a good product with hard-working hands and the experience of three decades. They're producing cars for low prices, perfect in quality and form. The label on the glass guarantees the car's been checked. خودروها به صورت تغییر میکردن. آنها میبایست قوی تر و سریع تر میشدن و مسافت بیشتری را با سوخت کمتری طی میکردن. لیموزین با قدرت 90 اسب بخار با سرعتی برابر 130 کیلومتر در ساعت به قیمت 5000 مارک فروخته میشد. خودرو ارزان قیمت و 8 سیلند فورد آیفول ستاره ای بود که تا به حال در بازار اتومبیل وجود نداشت. در آن زمان خانم ها هم به این خودروهای جدید علاقمند شده بودند و به دنبال آن بودند که یکی از آنها را داشته باشند. حتی آگاتا هم به دنبال آن بود. آنها شیفته تکنولوژی به کار برده شده در این مدل بودند. اما کامل تر از آن مدل لوری یا کامیون باری بود که هر کس آن را در رویاهای خودش جستجو می‌کرد. من می‌خواستم خلبان بشم. اونا به من می‌گفتند دیوونه هستم، چون برای خلبان شدن استطاعت مالی نداشتم. برای من بهترین انتخاب بود. به زودی رویای او به واقعیت پیوست. فورد در راه بود. در سال 1936 تولید به 20,000 دستگاه ارتقا یافت. دو سال بعد فورد 36,000 خودرو تولید کرد. کارخانه فورد در این زمان به سومین کارخانه تولید خودرو بعد از شرکت اوپل و آدلر قرار گرفت. در سال 1937 هنری فورد با آدولف هیتلر دیدار کرد. آنها می‌خواستند درباره یک پروژه ساخت خودروی آلمانی گفتگو کنند که هیتلر بتواند آن را به مردم بفروشد. فورد آنقدر به خود مطمئن بود که اعتقاد داشت هیچ کس نمی‌تواند مثل او خودروی باصرفه بسازد. اما او واقع‌گرا بود و می‌دانست که یک آمریکایی در آلمان قادر نخواهد بود چنین خودروی بسازد. هیتلر موافقت کرد تولید فولکس واگن در کارخانه فورد انجام شود. فورد به مدیران کارخانه دستور داد که درهای کارخانه را به روی مهندسان فردینان پورشه باز کنند. بنابراین استحکام فولکس واگن و جیپ‌های نظامی ساخته شده در آلمان پیشینه آمریکایی دارند و هنری فورد بالاترین مدالی را که یک خارجی می‌توانست در آلمان بگیرد را دریافت کرد. در تابستان 1939 فورد مدل جدیدی را ساخت که تانوس نام داشت. در زمانی که جنگ ادامه داشت، خودرویی که گوش‌پشت نام گرفته بود به قیمت 4000 مارک فروخته می‌شد. تا سال 1942 در مجموع 7000 تانوس هر کدام به قیمت 2800 مارک در کارخانه تولید شدند، ولی ساخت تانوس به دلیل اهمیت تولید خودروهای لوری متوقف شد. کارخانه فقط کامیون تولید می‌کرد، اونم برای ارتش. لوری یک وسیله حمل و نقل بود. در آغاز سپتامبر 1939 ارتش نازی به لهستان حمله کرد. در سال 1940 هلند، فرانسه، بلژیک به اشغال آلمان درآمدند. بین سپتامبر 1939 و آغاز 1945 کارخانه فورد حدود 90,000 وسیله نقلیه در انواع مختلف برای ارتش هیتلر تولید کرد. دفتر سفارشات فورد آنقدر پر شده بود که کارخانه به سختی می توانست پاسخگوی این تولیدات باشد. فورد این بار با یک تصویر جدید به عنوان یک کارخانه تسلیحاتی آگاهی میداد. اینجا جایی است که خودروهای قابل اتکای فورد آلمانی یاری رساننده به ارتش نازی و اقتصاد آلمان شدند. اعتماد هنری فورد به هیتلر چیز جدیدی نبود. او میگوید که سالها این مرد آمریکایی حزب نازی و شخص هیتلر را به لحاظ مالی حمایت می‌کرده است. بنا به نوشته‌های کتاب فورد به نام یهودیان بین المللی، او بدون هیچ شکی با نظرات نژادپرستانه هیتلر همسو بوده است.